اسمش محمد امیره، 8 سالشه. من خودم بلنشدم، هیچی بلنشد جواب دارم، من بلنشدم جواب دارم. خدا شما گفت از تر برانزا تدویزی شدی تهرم. من هم بلنش هیچ کارم نمیترم، من تهرم بلنشدم. تلفن قطع کردی رفتی هم؟ رفتی همین دو سه شب پیش تو همین دهه کرامت سال 98 تا هم تو زری ایشکی نشسته بود، تو زری نشسته بود، تو زری نشسته بود، بناشت باستا گروم بود که ده سن جوری شدم زرند کرمان. بله شیر درزی دردش کیس بود، کیسی داره گردن واده نسش کس بود؟ نسش کیس بود، کیسی داره گردن واده نمیدن. فیلمش موجوده، اسمش محمد امیره، 8-9 سالشه. پدرش تعریف میکرد همین دو سه شب پیش تو همین دهه کرامت سال 98 زرند کرمان. آقای خراسانی، 30-40 روز پیش اومدم خونه، از سر کار دیدم زیر گلوی بچم یه قده متورم شده. گفتم حتما لوزشه، اما چند روز گذشت دیدم این سمت گلوش هم همینطور متورم شد. گفتم حتما لوزه است، تورم التهاب لوزه است، اما دیدم چند روزی نگذشت که دور تا دور گردنش پر شد از قطعه‌های مختلف. بردمش دکتر داخلی، گفتش که ببرید پیش فوق تخصص. آوردنش پیش فوق تخصص، گفت باید نمونه برداری بشه. نمونه برداری کردن، گفت آقا ببرش پیش یه دکتر که متخصص خون باشه. هر روز داشت نگرانی ما بیشتر میشد. بردمش پیش متخصص خون، گفت باید نمونه برداری کنیم دوباره. دوباره نمونه برداری و آزمایش، گفت آقا میتونی ببری سری یزد؟ گفتم آره. چیزی شده؟ گفت نه نگران نباشید، ببرینش یزد یه متخصص یه بیمارستان خوب ببیننش. گفتم که فردا؟ میگفت فردا دیره، همین امروز ببرینش. آوردیم یزد، متخصص دیدش، گفتش که میتونید امکانش دارید یه مدتی توی از بمونید. گفتم که چیز خاصیه؟ گفتش که شرمندم باید بهتون بگم، اما انشالله خوب میشه، بچه‌تون سرطان خون داره. پدرش میگه زانوهام شل شد و رو زمین نشستم. محمد امیر تو بخش بستری بود، اومدم بهش گفتم که بابا مثل که باید یه مدتی یه از بمونیم. گفت قبلش منو ببر زیارت امام حسین. گفتم بابا بهتر بشی میبرمه. شروع کرد گریه کردن و ناله کردن، گفت منو ببر زیارت امام رضا حتی اگه تو یه امروز. اومدم به دکترش گفتم که بچه‌م خیلی بیقراره، میگه منو ببر. گفت اون بچه است آقا، بچه‌ت مریضه، باید درمانو شروع کنیم. باید شیمی درمانی بشه. گفتم از کی؟ از فردا، از یه ماه دیگه، 10 روز دیگه، اب نداری میریم بند؟ گفت نه، از همین امروزم هم دیره. گفتم نمیشه، طاقت نمیاره، گریه میکنه، بیقرار، بیا خودت بهش بگو. آی دکتر اومد بهش گفت پسرم ان شاءالله بهتر میشی، چند روز دیگه میری. گفت فقط بریم زیارت امام رضا. گفت دکتر عصبانی شد، گفت میمیری؟ گفت بمیرم، میخوام برم زیارت امام رضا. راه افتادیم سمت حرم علی ابن موسر رضا، یه جا گرفتیم برای استراحت. شب ساعت 1:30 بود. باباش میگه بهش گفتم محمد امیر بریم زیارت. گفت بریم بابا. رفتیم زیارت نزدیک زری، گفتم بذارمت رو شونه هام پسرم. شکمش متورم شده بود، تمام زیر گلوش پر از قده‌های مختلف شده بود. مردم بهت فشار نیارن بابا. گذاشتمش رو شونم کنار زری، دست میکشید به زری علی ابن موسر رضا. دیدم داره دست میکنه تو جیبش. گفتم چیکار میکنی بابا؟ گفت قلکمو شکستم، میخوام پولاشو بدازم تو زری. یه چیزی بگم این وسط، باباش میگفت خدا میدونه بدون یه واو این برونبر میگم، میگفت آقای خراسانی وقتی دستشو اومدیم پولو به داد تو زد، دیدم دستش رفت از لای شبکه ها داخل. به امام رضا گفتم آقا ببین چقدر دستاش کوچوله. اومدیم بالا سر حضرت، من شروع کردم نماز خوندم. گفتم محمد امیر هر چی میخوای به امام رضا بگو. هی میگفتیم بیایم حرم امام رضا، ما رو بیار آوردیم این حرم امام رضا، اینم تو درد دل کنم. گفتم نزدیک نماز تو نمازمو خوندیم، خسته بودیم، یه روز سوراخ بودیم. گفت بابا بلند شو بریم دیگه. اومدیم محل اسماعیل گرفتیم، خوابیدیم، بچه‌م خوابید. گفت تو خواب بودم دیدم سر صدا میاد، بلند شدم دیدم بچه تو خواب داره صحبت، مادرشم رو سرش نشسته، هی تکونش میده محمد امیر محمد امیر. دیدم هی بچه‌م داره میگه زنگ میزنن زنگ میزنن. مادرش تکونش داد، گفت کی زنگ میزنه محمد امیر؟ گفت امام رضا. دیدم هی تکونش میده مادرش. گفتم چیکار میکنه؟ داره خواب میبینه. ولش کن بذار از خواب بیدار بشه. بعد استراحت کردیم. فردا صبح که از خواب بلند شدیم بهش گفتم محمد امیر خواب چی می دیشب میگفتی زنگ میزنن؟ گفت بابا دیشب خواب بودم، تو خواب دیدم تلفنت داره زنگ میزنه. هر چی به شما گفتم تلفن زنگ میزنه خواب بودید، متوجه نشدید. خودم گوشی رو برداشتم گفتم آقا سلام. گفت محمد امیری؟ گفتم بله. گفت از طرف امام رضا زنگ میزنم، دعوت شدی حرم.
دیدم شما خوابید، خودم راه افتادم به سمت حرم امام رضا. بابا دیدم درها بسته بود، در اول باز شد، در دوم باز شد، در سوم باز شد، دیدم تو زری یه آقای خوشگلی نشسته. من از محمد امیر پرسیدم که گفتم صورتشو دیدی؟ گفت خیلی خوشگل بود آقای، یه پیراهن سبز. گفت نزدیک رفتم، گفتم که سلام آقا. گفت محمد امیر چرا اینقدر بیقراری؟ گفتم آقا زیر گلومو ببین. لا اله الا الله. گفت پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت مگه سفیدی زیر گلو رو نمیبینی؟ دست و پا میزند علی اصغر. رزق محرم ها، اربعینی ها، تیر دارد شتاب میگیرد. مگر این هنجر به هم خورده چند جرعه؟ میگفت دستشو کشید زیر گلوم، گفت به زودی زود خوب میشید محمد امیر، دیگه دکترم نمیخواد بری. محمد امیر میگه تو این یه هفتهی که ما مشهد بودیم دیدم دونه دونه قده ها رفت تو شکمم، به حالت طبیعی برگشت. همه رو گفتم که اینو بگم ها، میخوام کلید محمد امیر به من داد، میخواد به همه اعلام کنه. باباش میگه، ازش پرسیدم چی گفته به امام رضا؟ گفت بهش گفتم جون مادرت. جون مادرت، من هنوز کوچولو شاهی خراسانیم، رستم دستانیم. امشب بگو آقا جون مادرت مکن، من دستم اونجا به کسی دراز نکن. بر در شاه آمدم،